بعد از روی کار آمدن حکومت سنی های تندروی طالبان در افغانستان و نیز نخست وزیر شدن شهباز شریف در پاکستان، سنی های تندروی طالبان در پاکستان و دیگر گروه های افراطی در این کشور جان تازه ای گرفتند و در نتیجه تعداد عملیات های آنان افزایش یافت. حالا هزاران شهروند پاکستانی برای ششمین بار در چند ماه اخیر علیه اقدام‌های تروریستی و افزایش خشونت در این کشور تظاهرات برگزار کردند. همکارم مائده خاموش گزارش می‌دهد. هزاران نفر در دره سوات پاکستان در اعتراض به افزایش ناامنی در پی کشته شدن یک راننده اتوبوس محلی که روز دوشنبه توسط یک مهاجم ناشناس به ضرب گلوله کشته شد تظاهرات کردند. معترضان بعد از ظهر روز گذشته سه‌شنبه در منطقه نیشات چوک با سردادن شعارهایی علیه افزایش تعداد کشتار در این منطقه به خیابان ها آمدند و از دولت خواستند تا برای تامین امنیت ساکنان اقدامات بیشتری انجام دهد. در همین راستا احمد شاه سخنگوی ثبات قومی جرگه که یک نهاد رسمی و نماینده ساکنان محلی است گفت بیش از 15 هزار نفر در این تظاهرات شرکت کردند که ششمین اعتراض در دو ماه گذشته است. وی افزود ما هفته گذشته یک تظاهرات برگزار کردیم اما امروز یکی از بزرگترین تظاهرات های تاریخ در ثبات است. از سوی دیگر فؤاد خان از فعالان جنبش مردمی ثبات که در تظاهرات روز سه‌شنبه حضور داشت بر جزیره گفت که افزایش آشکار حوادث خشونت‌آمیز در منطقه وجود داشته است. وی افزود ما از دولت می‌خواهیم که عناصر تروریستی را که به اینجا بازگشتند و وحشت را گسترش می‌دهند کنترل کند. باید از ما حمایت شود که این حق قانون اساسی ماست. به گفته مقامات پلیس آخرین حادثه خشونت‌آمیز صبح روز دوشنبه در منطقه مینوگورا روی داد که راننده اتوبوس مدرسه به ضرب گلوله مردی سوار بر موتورسیکلت کشته شد. مائده خاموش، اخبار شیعه.